پلیسی در اجرای برنامه پلیسیش اشتباه کرد، اصلا خطا کرد، به این کار نداریم. یه مرتبه همه دستگاه‌های کشور راه میفتن، حتی توی مجلس شورای اسلامی که معبد هست و پایگاه توسعه دین باشه فریاد میزنن دیگه بعد از این کسی با بی حجاب برخورد نکند. آقا ندا بر ضد قرآن، یعنی کسی با بی حجاب برخورد نکند، ندا بر ضد فریضه امر معروف و نهی از منکر که خون امام حسینه. در مجلس شورای اسلامی صدا بلند بشه کسی دیگه با بی حجاب برخورد نکنه. وزیر راه میفته، وکیل راه میفته، دستگاه ها همه مسئولین داد فریاد. هوا چی شده؟ به یه خانم بی حجاب اهانت شد، یه پلیس در انجام مأموریت پلیسیش دچار اشتباه شد و خطا کرد، اونم در یه مسئله منکر شرعی که جلوی منکر رو بگیرد. خب برای حمایت از یه خانم بی حجاب همه دستگاه های کشور راه میفته. تو این شهر امام رضا، تو حرم علی ابن موسی، کنار گنبد امام رضا پریشب این فاجعه اسفبار رو در بازار این شهر راه میندازن، حد که حرمت امام رضا میشه. کنار گنبد امام رضا فجایع رو به وجود میارن. در مقام خوانندگی یک آواز خان زنها روسری ها را سرشون بر میدارن. این فجایع کنار گنبد امام رضا انجام میگیرد، توی مملکت هیچ مسئولی ککیش نمیگزه. یه فروشگاهی که میخواد لباس زیر زنانه بفروشه بیاد فروشگاهشو با این فسق و فجور افتتاح کند، اونم در حرم امام رضا علیه السلام. شما به عنوان خادم امام رضا نباید از خودتون عکس العملی نشان بدید. خانم های محترم دقت داشته باشن، اونایی که بدنشون سفیده لباس زیر مشکی به شدت مرد رو تحریک میکنه، اونایی که بدنشون سفیده لباس زیر مشکی و بعد اون دامن کوتاه رو پوشیدن یا دامن پوشیدن به گونه ای هستش که این لباس زیرشون دیده میشه برای مردشون، سعی کنن نشون بدن یه جورایی این لباس زیر رو عمدن به مردشون نشون بدن تا در مرد میل ایجاد بشه. و خانمهایی که سبزن یا گندمیان لباس زیر سفید تحریک کننده